دهکده‌ای که در زیر یه صخره جا خوش کرده یا زیر خاک، جایی که مردمش بیشتر از 100 سال عمر میکنن و غیره. در این ویدیو با تعدادی از این دست مناطق عجیب و غریب آشنا خواهید شد. سرتار. سرتار در تبت تقریبا اکثر جمعیت اون رو راهب‌های بودایی تشکیل میدن. قوانین سفت و سخت بودیسم در اونجا حاکمه. حتی تماشای تلویزیون ممنوعه. راهبان بودایی بر اساس سنت‌های خودشون از امکانات زندگی مدرن استفاده نمی‌کنن. بوسینگن آم هوکرهین. شهری به نام بوسینگن آم هوکرهین، شهری دو تابعیتی که ساکنان اون هم دو تابعیتی هستند. این شهر با جمعیت حدود 1500 نفر از نظر اقتصادی به سوئیس و از نظر سیاسی به آلمان تعلق داره. پول رایج فرانک سوئیسه. بیشتر اهالی شهر بوسینگن برای کار کردن سوئیس رو ترجیح میدن، اما مالیات خودشون رو به دولت آلمان پرداخت میکنن. آموزش ابتدایی به زبان آلمانیه، اما دبیرستان اختیاریه. این شهر کد پست و کد تلفن هر دو کشور رو دارد. اوشوایا. شهر اوشوایا در کشور آرژانتین جنوبی ترین یا به قولی آخرین نقطه دنیا شمرده میشه و شهری به نام لانگیربین در نروژ هم به عنوان شمالی ترین شهر کره زمین شناخته شده. در اینجا هوا بسیار سرده و حد اکثر گرما 6 درجه سانتیگراده. سه ماه خورشید طلوع نمی کنه. نگهداری گربه ممنوعه، چون ممکنه پرندگان این ناحیه رو شکار کنن. در این شهر گورستانی وجود نداره و مردگان در مناطق گرمتر دفن میشن، چون سردی هوا مانع تجزیه اجساد میشه. کریستیانا. کریستیانا بخشی از شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک. به این بخش خودمختار شهرک آزادی هم گفته میشه. تا سال 2016 محله‌ای برای کارهای خلاف و از جمله خرید و فروش مواد مخدر بود. در سال 2016 پس از تیراندازی و زخمی شدن 3 نفر، اهالی تصمیم گرفتن آرامش داشته باشند. پلیس وارد این شهرک نمیشه. ساکنان اون که اغلب هیپی ها هستند برای حفظ آرامش درباره قوانین خاصی به تفاهم رسیدن و به اون پایبند هستند. مشکلات و مسائل از طریق نشست جمعی حل و فصل میشه. دویدن در این محله ممنوعه، چون باعث هراس و دلهوره اهالی میشه. جزیره سنتینل. جزیره‌ای متعلق به هندوستان در اقیانوس هند که هیچ ارتباطی با مردمان دیگه نداره. به صورت بدوی زندگی میکنن و اجازه نمیدن کسی به اون جزیره نزدیک بشه. از نحوه زندگی اونها هیچ اطلاعی وجود نداره، چون هر کسی که به این جزیره نزدیک بشه با تیرهای زهرآلود اون رو از پا در میارن. دولت هندوستان نزدیک شدن به این جزیره رو برای همه ممنوع اعلام کرده. پریپیات. روستای مدرن پریپیات در شمال اوکراین در سال 1970 برای سکونت کسانی که در تأسیسات اتمی چرنوبیل کار می‌کردند ساخته شد. اما بعد از حادثه چرنوبیل فقط در یک شب کاملا تخلیه شد و به یک دهکده ارواح تبدیل شد. با اینکه بیش از 30 سال از اون حادثه می‌گذره، اما هنوز هم میزان تشعشعات اتمی در این منطقه بسیار زیاده. جزیره استرومبولی. جزیره استرومبولی در شمال شرقی سیسیل در جنوب ایتالیا است. در سال 1950 بعد از ساخته شدن یک فیلم هالیوودی، جزیره شهرت پیدا کرد و به یک تفرجگاه و اقامتگاه افراد ثروتمند تبدیل شد. یک کوه آتشفشانی فعال در اون وجود داره که فورانهاش تا مسافت‌های طولانی در شب قابل مشاهده هستند. همین موضوع سبب شده تا این کوه رو فانوس دریایی مدیترانه لقب بدن. الان به دلیل افزایش فورانها فقط حدود 300 نفر در اونجا ساکن هستند. رنگ شنوماسه ها سیاهه. کوه آتشفشانی استرومبولی یکی از فعالترین کوه های آتشفشانی قاره اروپا به شمار میره. در رمان معروف ژول ورن، نویسنده فرانسوی با عنوان سفر به اعماق زمین، دو شخصیت اصلی داستان سرانجام در پایان سفرشون از دهانه این کوه به روی زمین باز میگردن. کوبرپدی واقع در جنوب استرالیا بزرگترین شهرک زیرزمینی جهانه. این منطقه زمانی به عنوان معدن استفاده می شد، اما بعدها با اتمام منابع معدن بسته شده. با این حال اتاقهایی که در زمان فعالیت معدن کنده شده بودند پیدا شدند و توسط افرادی که به منطقه آمده بودند برای اقامت تصاحب شدند. امروز کوبرپدی یک شهر زیرزمینی تقریبا کامله با جمعیتی حدود 2000 نفر که دارای کلیسا، هتل، گالری هنر و موزه و حتی آتش نشانی و اداره پلیس.
ایکاریا، این جزیره کوچک یونانی در دریای اژه واقع شده و ساکنان اون طولانی ترین عمر رو دارن، طوری که میانگین امید به زندگی در این جزیره بیش از 100 ساله. مردم این جزیره میگن که راز طول عمر اونها در تغذیه و کارهای روزانه اونهاست. در دل طبیعت کار میکنن، زندگی رو سخت نمیگیرن، صبحانه با عسل محلی، قهوه هم فقط قهوه ترک، دوری از دخانیات و جشن و پایکوبی مداوم، طوری که در سال بیش از 80 جشنواره مختلف در ایکاریا برگزار میشه. آلاوترا، شهر آلاوترا که در کشور ماداگاسکار واقع شده، یکی از وحشتناکترین سنت‌های جهان رو داره. قبیله مالاگاسی که در این شهر زندگی می‌کنه، جسد بستگان خودشون رو همه ساله از گور در میارن و با رقص در شهر می‌گردونن. اونها میگن که این کار رو برای زنده کردن یاد بستگانشون انجام میدن. دراگاوس، دراگاوس یکی از مکانهای جالب و اسرارآمیز در جهانه. دراگاوس واقع در جنوب روسیه و در پای کوههای قفقاز، یکی از بزرگترین شهرهای مرده جهانه. محل دفن 10,000 مرده است. این شهر برای دفن افرادی که در جریان حمله مغلها که نزدیک به 1000 سال پیش اتفاق افتاد کشته شدن ساخته شده. انسانها به همراه وسایل و دارایی‌های خودشون در اونجا دفن شدند. ویتیر، ویتیر شهری در آلاسکا که همه ساکنان آن در یک ساختمان 14 طبقه زندگی می‌کنند. جمعیت اون حدود 300 نفره. ساختمان یک مدرسه هم پشت این آپارتمان وجود داره که برای رفت و آمد به اون از یک تونل که از ساختمان تا مدرسه ایجاد شده استفاده میشه. مغازه و هتل هم در داخل ساختمانه و مردم کمتر از خونه خارج میشن. این منطقه آب و هوای سردی داره و زمستان‌ها ارتفاع برف به 7 متر هم میرسه. دهکده ستنیل دی لاس بودگاس، شهر ستنیل در اسپانیا در زیر یه صخره بزرگ واقع شده. شهری که بسیاری از ساختمان‌ها درست در زیر صخره قرار گرفتن و همین موضوع به جاذبه‌ای برای گردشگران تبدیل شده تا از این شهر شگفت‌آور دیدن کنند. شهر هلتاون، اطلاعی در مورد دلیل نام این شهر که در ایالت میشیگان ایالات متحده آمریکا واقع شده وجود نداره. با این حال کسانی که در این شهر زندگی میکنن تونستن این وضعیت رو به یه مزیت تبدیل کنن. تقریبا نام همه محلهای کار با کلمه هل شروع میشه یا با اون به پایان میرسه. هل به معنی جهنم در انگلیسیه. گرفتن عکس در مقابل جاهایی که علائم عکس برداری ممنوع زدن منوط به پرداخت هزینه است. بپو، شهری به نام بپو در ژاپن که نام دیگر اون شهر جهنمه. این شهر 120,000 نفری به دلیل چشمه‌های آب گرم طبیعی و زیبا شهرت جهانی داره. در بپو 8 تالاب آب گرم وجود داره که همیشه در حال بخار کردن هستن و به همین دلیل هم این شهر شهر جهنم هم خونده میشه. شفشاون، شهر شفشاون در مراکش به عنوان آبی ترین شهر جهان انتخاب شده. دیوارهای تمام ساختمانهای این شهر به رنگ آبی رنگامیزی شده. هرچند دلیل این امر دقیقاً امروز مشخص نیست، اما بر اساس شایعات ساختمانها به دلیل اینکه پیشتر یهودیان در این منطقه ساکن بودند به این رنگ نقاشی می شدند، چون یهودیان منطقه رنگ آبی رو مقدس می دونستند. هالشتات، دهکده هالشتات در اتریش با قدمت 7000 ساله یکی از قدیمی ترین دهکده های اروپا است. هالشتات به قدری زیباست که چین تصمیم گرفت برای کسانی که توان سفر و دیدار از این دهکده رو ندارن، کپی اون رو در خاک خودش بنا کنه. این هم هالشتات چینی. کپی هالشتات اتریش در جنوب چین که توسط یک بازرگان چینی و با هزینه 940 میلیون دلار ساخته شده. متماتا، در دهکده متماتا در جنوب تونس خونه ها در زیر زمین درست شدند. شکل خونه ها و طرز زندگی اهالی دهکده مورد توجه توریست ها قرار گرفته. و سلاب سیتی، سلاب سیتی در کالیفرنیا نام خودش رو به عنوان آخرین شهر آزاد جهان همچنان حفظ میکنه. ساکنان این شهر اغلب هیپی ها یا فراری ها هستند، با کوچه ها و خونه های عجیب و اغلب مردمانی با ظاهر و رفتاری عجیب تر. موفق باشید.